نمایشگاه آثار استاد بهرام عالی‌بندی، هنرمند فقید عضو شورای ملی مقاومت ایران در پارلمان اروپا. پارلمان اروپا اخیراً میزبان نمایشگاهی از آثار استاد فقید هنر مدرن ایران بهرام عالی‌بندی بود. این گالری متشکل از نقاشی‌های گوناگونی می‌شد که سبک ویژه استاد را به نمایش می‌گذاشت. سبکی که ترکیبی از هنر کلاسیک ایرانی با تکنیک‌های مدرن است. هنر عالی‌بندی نه فقط در سبک خودش ویژه است، بلکه به دلیل تمرکز آثار او بر مقاومت و مبارزه علیه بی‌عدالتی، آثاری نادر و بسیار ارزنده است. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف سیاسی همراه با تعداد زیادی از دستیاران و مشاوران پارلمانی شرکت کردند. چند نماینده ارشد پارلمان اروپا شامل دو نایب رئیس پارلمان در مراسم افتتاح آثار استاد عالی‌بندی سخنرانی کردند. نایب رئیس پارلمان اروپا با تشکر از حضور شرکت کنندگان گفت: He was not just a brilliant artist, but also a man with the courage to say no to oppression. He stood against the Shah's dictatorship and then became active in resisting the Mullah's regime. این نمایشگاه به افتخار یک مرد بزرگ، آقای بهرام عالی‌بندی است که سال گذشته در وین درگذشت. او نه تنها یک هنرمند فوق‌العاده بود، بلکه همچنین مردی بود که شجاعت آن را داشت تا به سرکوب نه بگوید. او علیه دیکتاتوری شاه قیام کرد و سپس در مقاومت علیه رژیم ملایان فعال شد. بهرام عالی‌بندی در تبعید به عضویت شورای ملی مقاومت ایران درآمد. وی بیش از 3000 قطعه کار هنری برای ما باقی گذاشت. همسر عزیز او خانم ناهید همت‌آبادی که امروز اینجا در میان ماست خود را وقف ادامه راه او کرده است و زحمت زیادی کشیده که یک مجموعه زیبا از همسر فقید خود را از وین به پارلمان اروپا برای این نمایشگاه منتقل کند. دکتر ویدال کوادرا سپس به شرکت خود در گرد همایی بزرگ مقاومت اشاره کرد و گفت: بیش از 100,000 ایرانی و دیگر میهمانان در آنجا حضور داشتند و همگی آنها انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران را رد کردند و خواهان تغییر رژیم شدند. همان هدفی که آقای بهرام عالی‌بندی در تمام عمر برای آن تلاش کرد تا کشور خود را آزاد ببیند و مسلماً بهترین بزرگداشت خاطره او در ایران دموکراتیک آینده خواهد بود. استرون استیونسون، رئیس گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، از فعالیت‌ها و تعهدات آزادی‌خواهانه استاد بهرام عالی‌بندی تجلیل کرد و گفت: این نمایشگاه تجلیلی از اوست که زندگیش را وقف آزادی و دموکراسی کرد. اولدریچ ولاساک، نایب رئیس پارلمان اروپا گفت: He was forced to exile. But he never lost hope to return to a free Iran. عالی‌بندی مجبور شد که به تبعید برود، ولی او هرگز امید خود را برای بازگشت به یک ایران آزاد از دست نداد. استفن هیوز، نایب اول گروه سوسیالیست دموکرات گفت: He had a firm belief in social justice and democracy that led to his imprisonment inevitably during the years of the Shah and also led to harassment during the rule of the mullahs. عالی‌بندی اعتقاد محکمی به آزادی، عدالت و دموکراسی داشت.
به همین خاطر در زمان شاه به زندان افتاد و در دوران آخوندها هم مورد اذیت و آزار قرار گرفت. ریچارد چارنسکی، وزیر سابق اروپایی لهستان گفت: من جنبه های متعددی از کار و ظرفیت مقاومت ایران را دیدم، ولی باید اعتراف کنم که توجه زیادی به جنبه های فرهنگ غنی و هنرمندانه مهارت های آنها نکردم. نمایشگاه امروز یکی از مهمترین نمایشگاه ها طی سالهای اخیر در پارلمان اروپا است. خانم ناهید همت آبادی با تشکر از همه شرکت کنندگان درباره همسر فقیدش گفت: Ollivander was profoundly inspired by the natural beauty of Mamasani region where he was born. آلیوندی عمیقاً از طبیعت زیبای منطقه ممسنی، جایی که در آن به دنیا آمده بود، الهام می‌گرفت. در طول زندگیش، آلیوندی متعهد به تولید نقاشی و مبارزه بر علیه بی‌عدالتی بود. این را می‌توان در نبرد تاریکی علیه روشنایی که در همه کارهایش بارز است به چشم دید. او از اسطوره شناسی شرقی و فارسی و تصوف الهام می‌گرفت. چیرگی و استفاده وی از تکنیک‌های نقاشی غربی باعث خلق ترکیب منحصر به فردی از هنر شرقی و غربی شد. منتقدان کار آلیوندی را به عنوان پل مهمی میان شرق و غرب به ثبت رساندند. چیزهای بسیاری میتوان در مورد او گفت، اما به عنوان کسی که سالیان با وی زندگی کردم، او بیش از هر چیز یک انسان والا بود. گروه پارلمانی احزاب مردم اروپا، بزرگترین گروه پارلمانی در پارلمان اروپا، فیلمی از نمایشگاه بهرام آلیوندی بر روی وبسایت خود برای دیدار عموم به نمایش گذاشت. نمایشگاه آثار نقاشی استاد آلیوندی در طول دو روزی که در مقر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار گردید، با استقبال چشمگیری روبرو شد.